بسم الله الرحمن الرحیم محضر شما عزیزان بینندگان و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم بار دیگر توفیق حاصل شد در قالب برنامه میار حقوق اساسی که با همکاری رسانه خبری تحلیلی دیدار نیوز و انجمن علمی حقوق اساسی ایران تهیه میشه در خدمت شما باشیم طی جلسات گذشته با محوریت موضوع اقتضاعات حقوقی و قانونی توسعه پایدار در ایران در خدمت شما بودیم امروز هم در ادامه همان جلسات در خدمت آقای دکتر علی اکبر گرجی استادیار محترم دانشگاه شهید بهشتی و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران هستیم امروز محور گفتگوی ما در واقع نظام حقوق اداری ایران اختزاعات گزینش نیروی انسانی لازمی پیش برد اهداف توسعه و حکمرانی شایسته و مطلوب هست آنچه که در مباحث مربوط به توسعه پایدار چه در ایران و چه در مجموع مباحث علمی آکادمیک تئوریک و عملگرایانه در سطح منطقه‌ای و جهانی مطرح است آن است که نیروی انسانی شایسته و متخصص برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی توسعه بسیار ضروری است مادامی است که مادامی که نیروی انسانی متخصص و کارآمد و شایسته به عنوان ابزار اصلی تحقق توسعه مورد توجه قرار نگیره و در این مقام مورد استفاده نباشه طبیعی است که ما باید نگران باشیم و امکان تحقق توسعه رو با ابهام مواجه ببینیم امروز قرار هست با آقای دکتر علی اکبر گرجی در این حوزه گفتگو بکنیم و معضلات و مشکلات فرارو رو ببینیم و البته از چالش ها و افقهای پیش رو هم سخن بگیم آقای دکتر مسئله حضرت علی سلام عرض می کنم. خیلی خوش آمدید امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم موضوع توسعه و در واقع شایست سالاری یکی از مباحث مورد علاقه حضرت علی هست خب به اقتضای تخصص شما که حقوق اساسی هست عمدتا از این منظر به موضوع می نگری. حکمرانی شایسته یا حکمرانی شایسته در راستای تحقق اهداف توسعه نیازمند اختزاعاتی. است مادامی که اون اقتضاعات مورد توجه قرار نگیره طبیعتا نه امکان حکمرانی شایسته وجود داره و نه توسعه به مفهوم پایدار اون زمینه تحقق پیدا میکنه من از حضرت عالی میخوام سوال بکنم که نظام حقوق اداری ما نظام گزینش نیرو و کارگزار در واقع با چه معضلاتی مواجه هست چه وضعیتی داره آیا تناسبی با اهداف توسعه دارد یا خیر خیلی متشکرم بله به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور دانش افروخت من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و سپاس بزارم از دوستان شبکه دیدار نیوز همکاران گرامی این شبکه که فرصت واقعا کم نظیر و مختنمی رو طی جلسات متعدد فراهم آورده تا بتوانیم پیرامون یکی از مقولات مهم و مسئله ها و دشواره های مهم زندگی خودمون در واقع سخن بگیم یعنی دشواری به نام توسعه و مناسباتی که به هر حال توسعه با قانون مشروط خواهی حاکمیت قانون دموکراسی حق و آزادی میتونه داشته باشه تصور من این هست که ما در حقیقت به اندازه کافی شاید پیرامون مباحث نظری بنیادهای فلسفی مباحث مربوط به مبانی کم و بیش خلاصه سخنهایی گفته شده و این روزها شاید بهتر باشه که یک مقداری بیاییم و به مباحث درجه دو در واقع مباحث سطح دو به اصطلاح بپردازیم از جمله اون مباحث سطح دو به گمان من همین مباحث مربوط به نسبت حقوق و توسعه است نسبت حاکمیت قانون و توسعه است نسبت مفهوم و نظریه قانون با توسعه است نسبت در واقع اندیشه قدرت محدود مشروطیت سیاه حکمرانی با توسعه است به یمان من باید این مسائل رو یک مقداری ما بیشتر و بهتر مطرح بکنیم و امروز در حقیقت موضوعی که میخوایم پیرامون اون یه مقداری تعمل بکنیم و با بینندگان عزیز سخن بگوییم مسئله اداره و استخدام عمومی و نظام گزینش کارمندان و مدیران در ساختار جمهوری اسلامی و نسبت اون با این مباحثی است که خدمت شما عرض کردم ببینید چند تا نکته مقدماتی رو من لازم هست که در آغاز سخن خدمت شما و بینندگان فرهیخته دیدار نیوز بیان بکنم. اول اینکه ما اگر بهترین نظام حکمرانی رو هم تأسیس بکنیم. اگر ترین نظریه حقوق اساسی رو هم طراحی و ارائه بدهیم اما این ایدئال ها در سطح دو یعنی در اداره نتواند جامعه عمل بپوشد اون ایده های بزرگ اون نظریه ها قطعا شکست خواهد خورد بنابراین لازمه این که دولت مشروطه و آرمان های حقوق اساسی به هر حال یکی یکی جامعه عمل به خود بپوشند لازمش به اصطلاح تحقق یک اداره شایسته است حکمرانی خوب بدون وجود اداره خوب اصلا قابل تحقق نیستش و اداره خوب بدون در واقع حضور مدیران کارآمد مدیران نخبه مدیران فضیلت مدار مدیران در واقع با سواد اداره خوبی اصلا وجود نخواهد داشت میارتون آید تو کارآمدی چیست؟ منظور از کارآمدی شایستگی در ساختار جمهوری اسلامی چیست؟ خواهم گفت حالا حرفای زیادی درش هست که باید گفته بشه بله بله, بله ببینید حالا خیلی چون فعلا نمیخوام رو خود کارآمدی بحث بکنم ولی خیلی مختصر داخل پرانتز پاسخ میدم کارآمدی یعنی در واقع تحقق اهداف اداره با یک معدل خوبه کارآمدی یعنی اینکه اداره بتواند در حقیقت خدمات عمومی گوناگون رو چنان ارائه بدهد که عموم مردم یک کشور راضی باشند کارآمدی یعنی در واقع تحقق منویات ملت بالا رفتن رضایت عمومی تأمین در واقع خدمات عمومی توسط اداره با استانداردها و معدل قابل قبول این خلاصه ایست از کارآمدی اما من فعلا <applause> میخوام یک مقداری بحث رو قبلتر از کار آمدی آغاز بکنم و خدمت شما و بینندگان عزیز ارز بکنم که در حقیقت دموکراسی مردم سالاری در حقیقت یعنی این که ما مدیریت امر عمومی و امر سیاسی رو به خود مردم بسپاریم اساسا هنگامی که قانون اساسی بر یک کشوری بر یک نظامی حکم فرما می شود معناش اینه که امور عمومی باید در دست خود مردم باشد امور عمومی در دست مردم باشد یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا اداره کشور، سازمان ها و نهادهای دولتی همه باید با مزاق ملت بچرخند و به اصطلاح اداره بشوند. اکنون در واقع سوال من این است که آیا در واقع وضعیت در ساختار اداری جمهوری اسلامی این گونه است آیا اداره ها و سازمان هایی که متولی امور عمومی و امور اداری هستند و تمشیت می کنند این امور رو آیا این اداره ها به روی مردم بازند آیا عموم شهروندان به این اداره ها دسترسی دارند آیا عموم شهروندان می توانند خودشون رو در قامت مدیریت در واقع این ادارات ببینند پاسخ من به این پرسش ها اکثرا منفیه یعنی متاسفانه نظام حقوقی و اداری جمهوری اسلامی در حال حاضر به گونه ای طراحی شده که این احساس در دسترس بودن رو از اکثریت شهروندان گرفته و پیشفرض من اینه که همین در واقع سلب حق دسترسی از شهروندان یکی از عوامل توسعه نیافتگی ماست ببینید من برای اینکه بحثم رو یه مقداری ریشه دارتر بکنم به بیانات گوهربار حضرت سعدی اشاره میکنم ببین سعدی چی میگه پیرامون این حرفایی که من زدم شما زدید و دیگران زدند <applause> سعدی علیه الرحمه میفرماید گرت مملکت باید آراسته گرت مملکت باید آراسته مده کار معظم به نو خیلی روشنه حالا آراستگی مملکت رو شما الان بگیر به معنای مملکت کشور <تصفح> توسعه یافته حالا واژه مملکت ممکنه متبادر کننده ایده نظام های سلطانی باشه کشور گرت کشور باید توسعه یافته مد کار معظم یعنی بزرگ <applause> به نو خواسته به خوردان مفرمای کار درشت که سندان نشاید شکستن به مشت میگه به آدم های کوچک کارهای بزرگ نسپار چرا؟ برای اینکه شما با یک مشت نمیتونی یک مسئله یک سندان که فلزی و آهنی هست رو بیای بتونی بشکنی اون آدم خرد و اون آدم کوچک نمیتواند اون کار بزرگ رو به سرانجام برساند و نهایتا حکمرانی خردان بر بزرگان و کارهای بزرگ نتیجهش سیه روزی ملت خواهد بود در هر کجای دنیا که این اتفاق رخ بدهد نخواهی که زایع شود روزگار به ناکار دیده مفرمای کار ببین بزرگان ما تکلیف رو روشن کردن من به خاطر همینه که میگم واقعا لازم است که مثلا در مدارس ما در دانشگاه های ما واقعا سعدی تدریس بشه تدریس بشه در رشته های مختلف همه ی حرف ها رو زده این انسان بزرگ میگه اگر شما به آدم های ناکار دیده ناکار آزموده کار نابلد و به آدم های کوچک و به قول امروزی ها کتوله ها کار بدی و معیارت رو در واقع یه جوری طراحی بکنی یعنی این صافی استخدام عمومیت رو به گونه ای طراحی بکنی که فقط آدم های خرد از این صافی بگذرن و بشن متصدی امر اداری و متصدی امر عمومی زایع شود روزگار خواهی ببخشید میونی کلامتون میان من الان بحث اصلی اینه که ببینید سعدی در دوره و زمانه ای از ضرورت شایست سالاری سخن به میان میآورد که, که, اصلا شایست سالاری حاکم نبوده بله که اساسا شایست سالاری حاکم نبوده ساختار یه ساختار فردی پادشاهی استبدادی بوده حق به مفهوم واقعی کلمه معنا و مفهومی نداشته پادشاه هر زمان اراده می کرده پستی رو اعطا می کرده هر زمانم اراده می کرده پس می گرفته هر یه مواقعی البته میان این عزل و نصب ها امکان داره فرد شایسته ای هم در مدت کوتاهی زمام امور رو در اختیار می گرفته و بعد تحت تاثیر نمامی و سخنچینی و اینها عزل می شده و به سرنوشتی در واقع هولناک دوچار می شده در تاریخ ایران امثال اینها خب ما زیاد شاهد هستیم از جمله میرزا تقیخان امیر کبیر در زمان ناصرالدین دین شاه ببینید نکته اساسی من آقای دکتر این است در تداوم فرمایش حضرت علی ببینید شایست سالاری یا اعطاء امور به افراد در نظام حقوق اداری بدون هیچ درنگ و شکی و تردیدی تحت تاثیر معنا و مفهوم کلی حاکمیت اهداف آرمانها و اقراض نظام سیاسی از حاکمیت است من بحث اصلیم با حضرت عالی این است که یک بخشی از شاید ناکارآمدی نظام حقوق اداری ما نظام گزینش کارگزار در جمهوری اسلامی اون آرمانی است که ایدئالیسم است مبتنی بر ایدئالیسم و از رئالیسم واقعگرایی تا حد بسیار زیادی دور است شما وقتی که با نظریه های مربوط به عملکرد دولت و وظایف دولت رو در رو میشید اونها عمدتا دولت رو براش پنج تا وظیفه قائل هستند تامین نظم امنیت عدالت آزادی و رفاه بله. یعنی در واقع هر پنج وظیفه جنبه زمینی داره جنبه پوزیتیویستی تجربه گرایانه عملگرایانه مادی داره یعنی دولت وظیفش این است که نظم و امنیت رو تأمین بکنه زمینه رفاه عمومی رو فراهم بیاره در واقع تورم رو کنترل کنه بنابه عمومی رو تا حد امکان به شکل برابر زمینه بهره برداری از اون رو برای مردم فراهم بکنه آزادی های اجتماعی رو در ابعاد مختلفش به رسمیت بشناسه و اجازه بده که شکوفایی در واقع اراده عمومی شکوفا بشه و زمینه مشارکت عمومی در همه ابعاد زندگی انسانی فراهم بشه این دولت یه دولت زمینی کاملا مادی ملموسی است که قابل رسد قابل راستی آزمایی قابل نظارت شفاف پاسخگو ولی دولتی که آرمانگراست نظام سیاسی که آرمانگراست او میگوید که اقتصاد هدف نیست یعنی دولت وظیفه نداره لزوما رفاه شما رو تأمین کنه دولت در رفاه فرد انسانی یا فرد ایرانی متوقف نمیشه دولت قرار هست که زمین ساز سعادت معنوی شما رو باشه دولت قرار هست شما رو به قرب الله برسونه <applause> وقتی چنین فکر میکنه طبیعتا نیروی انسانی رو هم بر همین مبنا گزینش میکنه وقتی نظام سیاسی آرمانگراست ایدئال گراست و با واقعیات زمینی فاصله میگیره یا زاویه میگیره یا در تعارض میفته در مقام گزینش هم اولویتش آقای دکتر به جای تخصص تعهده الان حضرت علی فرمودید که خب نیروی انسانی باید متخصص باشه کارآمد باشه با تجربه باشه من ارزم این است با چه معیاری با معیارهای زمینی یا با معیارهای در واقع ایدئولوژیک آنچه ما اکنون شاهد هستیم و از ابتدای انقلاب هم یعنی از 45 6 سال قبل هم مداوما شاهد بودیم این است که معیار برای انتخاب کارگزار در جمهوری اسلامی تعهد به ایدئالیسم سیاسیه نه تخصص و انتباقش با رئالیسم یعنی آقا شما متعهد باشید به اندیشه ها و آرمان ها الان شما مثلا در قانون انتخابات ریاست جمهوری در قانون انتخابات مربوط به شورای شهر در قانون انتخابات مربوط به مجلس خبرگان و و و و یعنی از اون بالا بگیرید تا پایین و در قانون استخدام کشوری و اینها اعتقاد و التزام عملی به جمهوری اسلامی آرمانهای جمهوری اسلامی، قانون اساسی، ولایت مطلقی فقی، اینا همه اصله و هیئت‌های گزینش و اینا همه اولویتشون اینه یعنی <applause> اگر شما متخصص باشی از بهترین دانشگاه دنیا هم فارغ و تحصیل شده باشی تجارب بسیار زیادی هم در حوزه عمل در اون موضوع داشته باشید اگر اون میارهای ایدئولوژیک رو در واقع ازش برخوردار نباشید شما امکان حضور در عرصه قدرت و حکمرانی رو پیدا نمی کنید من ارزم این است شما وقتی از شایسته سالاری سخن می گویید با در نظر گرفتن این ایدالیسم سیاسی سخن می گید. یعنی امکان پذیر اساسا شایسته سالاری با ایدئالیسم همخانی داره یا خیر؟ بله خیلی متشکرم <applause> خلاصه از زبان ما بسیاری از های دل ما رو شما زدید خب من نیتم این هست که خیلی به اون مباحث سطح اولی حقوق اساسی ورود نکنم اما چون اشاره فرمودید من هم اشاره مختصری خواهم کرد بله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پتانسیل ایدئال گرایی رو دارد اما برعکسش پتانسیل در حقیقت واقع گرایی رو هم دارد یعنی چی؟ یعنی به هر حال یه جوری نوشته شده که اگر زمامداران و متصدیان امور اراده ای داشته باشند بینشی پیدا بکنند معرفت واقع بینانه و انسان مدارانه ای رو پیدا بکنند می توانند از همین قانون اساسی هم استفاده بکنند و یک اداره شایسته ای رو طراحی بکنند شما ببینید من مثال اصل سوم قانون اساسی رو برای شما میزنم اصل سوم داره میگه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود رو به کار گیرد شما حالا اینجا به جای واژه دولت بذار واژه اداره <applause> خب اداره برای ما ملموس اداره در جمهوری اسلامی ایران باید کوشش کند که محیط مساعد برای رشد فضیلت های اخلاقی رو فراهم کند و از هر گونه مظاهر فساد و تباهی جلوگیری کند حالا متعدد میگه باید تلاش کنه آگاهی های عمومی رو بالا ببره و مطبوعات و رسانه های گروهی و اینها رو به یک معنا اینقدر آزادی بده تا این آگاهی های واقعی بتونه دامن گستر بشه در جامعه آگاهی های کاذب و فریبنده و ایدئولوژیک و متقلبانه و ریاکارانه توسط خود ادارات ترویج پیدا نکنه خب آموزش و پرورش و تربیت بدنی نمیدونم اینا همه باید تعمین پیدا بکنه در اداره جمهوری اسلامی ایران اداره جمهوری اسلامی ایران باید تقویت کننده روح کنجکاوی روح تحقیق روح ابتکار تتبع در همه زمینه‌های علمی و فرهنگی و اسلامی و اینها باشه یعنی اداره جمهوری اسلامی اون تصویری که ازش توی قانون اساسی اومده اداره سرکوب کننده پرسش و پرسشگران نیست یعنی این نکبت هایی که تحت عنوان پرونده سازی ها و نمیدونم این مسائل شما الان ملاحظه میکنید اینا نکبته که آرز شده بر قانون اساسی و الا قانون اساسی داره میگه آقا شما در اداره تراز جمهوری اسلامی باید انسان پرسشگر رو در واقع بهش بیشتر بها بدی انسان نقاد رو باید بهش بیشتر بها بدی اما الان عملا چطوریه الان عملا شما اگر مراقب انتقادات خودت نباشی مراقب مخالفت های خودت نباشی بلا فاصله ممکنه در واقع حراست، گزینش، انواع نهادهای مختلف در واقع فکوس بکنن و بلایی به روزت بیارن که دیگه اصلا انتقاد از یادت بره یا اداره در جمهوری اسلامی میگه باید در جهت ترد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ عجانب، محو هرگونه استبداد و خودکامگی باید تلاش بکنه مشارکت عامه رفع تبعیض اینجاست که من دارم میگم ببینید آقا قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه اداره در ایران باید مبتنی باشد بر اصل برابری اصل, اصل رفع تبعیض خب یا ایجاد نظام اداری صحیح که در بند دهم ده اصل در واقع سوم قانون اساسی اومده میخوام خدمت شما بگم که این ارزش ها این در واقع آرمان های شریف تو خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است اما ما وقتی میایم پایین تر در سطح حقوق اداری میبینیم کار به فاجعه کشیده شده یعنی چی کار به فاجعه کشیده شده؟ یعنی دقیقا برعکس اون سخنان سعدی علیه الرحمه عمل شده خب یعنی کار به انسانهای خرد انسانهای فرومایه <تصفح> کارهای معظم و بزرگ سپرده شده و این اتفاق باعث به قول سعدی زایع شدن روزگار شده همین سعدی در یه جای دیگه چی میگه؟ میگه ندهد هوشمند روشن رای به فرومایه کارهای خطیر ما الان در نظام جمهوری اسلامی با اداره ادمینیستریشنی روبرو هستیم که در حقیقت به یک معنا فرومایگی رو داره ترویج میکنه این ترویج فرومایگی و فرومایگان و خوردان و نشاندن خرد بر کارهای سترگ باعث شده که جمهوری اسلامی اصلا نتونه به اهدافش برسه به, تو به تعبیری ما به جای خرد سالاری خورد سالاری رو حاکم کردیم و در جایی که خورد سالاران در حقیقت حاکم باشند بر خردسالاران سالاران اونجا هرگز عافیت و خوشبختی رو به خودش نخواهد دید بنابراین اگر جمهوری اسلامی هدفش این هست که حالا به قول خودشون به پیشرفت برسند هدفشون این هست که به توسعه ای که در واقع کشورهای دیگه رسیدن باید خرد سالاری رو کلا از بین ببره و به جای اون خرد سالاری حاکم بکنه خرد سالاری هم یعنی این که آقا بر سر کارهای بزرگ انسانهای شایسته بگمار با این نظام استخدام عمومی با این نظام گزینشی که ما حاکم کردیم در طول این 45 و پنج سال و با این قانون جدیدی که در دولت آقای رئیسی و در مجلس قبلی استارتش رو زدن تحت عنوان قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس اصلا غیر ممکنه این قوانین هدفشون حاکم کردن خردسالاری است به جای خردسالاری بنابراین اگر کسی دلش به حال جمهوری اسلامی میسوزه اگر کسی دلش به حال ایران و انسان ایرانی میسوزه باید با صدای بلند فریاد بزنه که خرد سالاری بس است خرد سالاری را آغاز بکنید آیا میار شما چیه ببینید الان ميار اینه. ميار... جمهوری اسلامی رو عرض بکنم ميارو... جمهوری اسلامی با نظر حضرت علی موافق نیست میگه معیارهایی که مثلا حضرت عالی یا منتقدینی نظیر حضرت عالی که دلسوزانه و به منظور تحقق اهداف توسعه در ایران مطرح می کنید اینا معیارهای لیبرالیه شما درک شما و امثال شما درک صحیحی از ماهیت جمهوری اسلامی ندارید شما میخواید آدمایی بیان همین رو توضیح بدن حالا عرض ایکی ایکی توضیح بدن. کارگزار مشغول به کار بشن که اینها نگاهشون به انسان نگاه در واقع کاملا مادی است میگه من وظیفم این است که در چارچوب باورها و دستاوردهای علمی و تجارب بشری و واقعیات جامعه جهانی کشور رو اداره کنم این باور و این اعتقاد لازمش این است که دولت رو محدود بکنیم به تأمین نان شب مردم به مسامحه و سازش با هژمونی مسلط جهانی و در واقع دست کشیدن از آرمانها و اعتقاداتی نظیر استکبار ستیزی اسرائیل ستیزی و دفاع از نهزت های آزادی بخش و امثالهم هم و اینها میگه نه من این معیارها رو قبول ندارم من این جور کارگزاران رو بهشون احتیاج ندارم من به کارگزارانی احتیاج دارم که متعهد باشن به سیستم و اون هنجارهای برتر اگر این آدم توی اون هنجار برتر یعنی اون ایدئالیسم ایدئولوژیک نگنجه من او رو در واقع را نمیدم ساختارم به این شکل تعریف کردم عالی. شما الان ببینید مثلا حتی در جامعه مدنی همین رسوخ پیدا کرده مثلا برای انتخاب اعضای هیئت مدیره کانونهای وکلای دادگستری مرکز یکی از میارها اعتقاد عملی به جمهوری اسلامیه من اینو حالا به عنوان مثال عرض بکنم خود بنده کاندید شدم اعلام کردن که یعنی رفتم سوال کردم گفتن آقا گفتن که شما اعتقاد عملی به جمهوری اسلامی نداری حالا اعتقاد عملی به چه معناست من چون انتقاد کردم من که هم منتقد براندازی هستم هم منتقد جریان سلطنت طلب هستم هم منتقد در واقع نیروهای مثل سازمان مجاهدین خلق هستم و امثاله هم من توی اون چارچوب نمی گنجم حتی برای تصدی پست در جامعه مدنی هم من شایستگی ندارم دیگه چه برسه به دستگاه دولتی ارزم این است دکتر شما وقتی از شایسته سالاری و اصلاح نظام حقوقی سخن به میان می آورید این پارادوکس رو چکونه می عمل حل بکنید شما ارجاع میدید به قانون اساسی میگه من تفسیرم از قانون اساسی با شما فرق میکنه بله ببینید خب شما میگید آقایون برداشتشون اینه من خود هم... حضرت علی هم درگیر این مسئله شدید دیگه آقای دکتر حضرت علی از حقوق از حق بر اشتغال به عنوان یک وکیل دادگستری محروم شدید به دلیل انتقاد در همین حد و الان هم حضرت عالی علا رقم سبقه و سابقه و انباشتی از دانش و تجربه در حوزه حقوق اساسی و امور اداری و اجرایی کشور عملا ملت این امکان رو ندارن که از تجربه و دانش شما بهره مند بشن خب من ارزمین هست دیگه شما نه براندازید نه اپوزیسیونید نه مخالف جمهوری اسلامی هستید اتفاقا شما جز افرادی هستید که در نوجوانی و جوانی عمرتون رو جانتون رو سلامتتون رو برای دفاع از این کشور گذاشتید سالها در جفه های جنگ بودید پشت سر نظام جمهوری اسلامی ایستادید همیشه هم از تمامیت ارزی حاکمیت ملی و لزوم اصلاحات تدریجی دفاع کردید حتی شما هم در واقع این امکان رو ندارید که به عنوان یک کارگزار انتخاب بشید بنابراین چطور انتظار دارید مثلا یه آدم لیبرال یه فردی که مثلا هیچ اعتقادی هم به آرمانهای جمهوری اسلامی نداره به عنوان یک کارگزار متوسط در یه بخشی در یه حوزه کاملا تخصصی مشغول به کار بشه من تمام فرمایشات جنابالی رو تایید میکنم و از غذا در اینجا نشستیم که همین گفتمان رو نقد بکنیم ببینید دوست عزیز ادعای من اینه پیشفرز من اینه زمامداران کسانی که در حقیقت چرخه های مدیریتی و سیاستی رو در جمهوری اسلامی میچرخند میچرخانند به این پیشفرز من توجه بکنن من پیشفرزم اینه که همین گفتمانی که الان شما به خوبی توصیفش کردید باعث شکست جمهوری اسلامی در رسیدن به اهداف خودش شده یعنی چی؟ یعنی در واقع ما الان در نظام اداری خودمون گفتمانی رو داریم که هر که متفاوت است هر که لیبرال است هر که دیگر اندیش است هر که ظاهر متفاوتی دارد به اداره جمهوری اسلامی راهش ندهید نه تنها به ادارات حکومتی راهش ندهید بلکه حتی به کانون وکلا هم راهش ندهید در کانون وکلا اگر دیدید پروانه وکالت و اشتغالش را بسوزانید خب بنده اعتقادم اینه این گفتمان و حامیان این گفتمان خائنان اصلی به جمهوری اسلامی هستند دقت فرمودید یعنی جمهوری اسلامی اگر چلو پنج ساله که میخواد قله ها رو فتح بکنه و نمیتونه فتح بکنه میخواد رفاه عمومی رو افزایش بده نمیتونه این کار رو بکنه میخواد دلشم میخواد من معتقدم واقعا رهبری دلش میخواد که یه ملتی در ایران حضور داشته باشند که راضی باشند از کشورشون از ایرانشون از تاریخشون از اسلامشون و از نظامشون ببین هیچ سیاستمداری اینقدر دیوانه نیست که بخواد از قصد مردمشون و مردم خودشون رو آسی بکنه ناراضی تراشی بکنه اما من در واقع پیش فرزمینه. یک جهلی یک توهمی در واقع تولید شده در دهه های گذشته و این توهم در نظام مقرراتی ما در نظام قانونگذاری ما رسوخ کرده و هی تولید و باز تولید شده و اون توهم هم توهم ستیز با غیره بنابراین ما باید قوانینمون رو مقررات استخدامیمون رو مقررات گزینشیمون رو قوانین مربوط به انتصاب مدیرانمون رو باید یه جوری به اصطلاح طراحی بکنیم بازبینی بکنیم تا در حقیقت امکان حضور شهروندان و نخبگان در ساختار اداری فراهم بشه در حال حاضر تمام این مقررات ورود به خدمت خروج از خدمت گزینش و نحوه انتصاب مدیران ما در واقع به گونه ای طراحی شده که دقیقا همون گفته سعدی متاسفانه رخ داده یعنی بوریاباف جای باف رو گرفته بوریاباف اگر چه بافند است نبرندش به کارگاه حریر بنابراین مجموعه این در واقع حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران بگونه ای در واقع طراحی و نظریه پردازی شده متاسفانه که نتیجش سپردن کارهای بزرگ به فرومایگانه و انسانهای هوشمند انسانهای روشن رأی به قول سعدی نباید این کارو رو بکنن به همین خاطره که من واقعا دعوت میکنم زمامداران جمهوری اسلامی ایران رو چون میدونم اونا هم دلشون میخواد که واقعا ایران پیشرفت پیدا بکنه میدونم اونا هم واقعا دلشون میخواد که در حقیقت ایران بزرگترین کشور منطقه و آسیا بشه اما راهش رو بلد نیستن این خواستشون رو یعنی این آرمان شریف رو که آرمان همه ما ایرانی ها هست رو با توهم آغشته کردن آقا توهم زدایی باید رخ بده از ساختار حقوقی از ساختار اداره از ساختار نظامات قانونی و مقرراتی در جمهوری اسلامی باید توهم زدایی بشه من دفتر, تمام توهم داره من سوالم از شما اینه ببخشید میونه فرمان شما میان ببین الان شما نگاه کنید در انتخابات ریاست جمهوری سالهای گذشته چه این دوره چه های قبل شما همیشه شاهد بودید که فردی که جزء اشخاص مؤسس نظام جمهوری اسلامی بوده یعنی جزء مؤثرترین اشخاص و نزدیکترین افراد به رهبران جمهوری اسلامی چه مرحوم آیت الله خمینی چه رهبری فعلی جمهوری اسلامی بوده و پست ها و مناسب بسیار حساس داشته در واقع برای انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت نمیشه رئیس جمهوری که خب این که تایید صلاحیت خود این از هر توهمه دیگه ازم همینه یعنی میخوام بگم شما یا مثلا آقای احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهور بوده دو بار تایید صلاحیت نمیشه آقای روحانی خود این یعنی توهم آقای روحانی مثلا در افا این اینور و اونور متهم میشه به جاسوسی و امثالها یا فرض بفرمایید که دیگرانی که میخوان بیان کاندید بشن و اینها هر کدام به ترتیبی در واقع مورد حجوم قرار میگیرن هجومی که دلالت بر این نکته اساسی میکنه که شما از جمهوری اسلامی خارج شدید شما از قطار آرمانهای جمهوری اسلامی پیاده شدید شما به قافله دشمن پیوستید این عبارات به کار برده میشه همین رئیس جمهور فعلی هم قرار نبوده نمینا. که تایید صلاحیت بشه حالا با تدبیر رهبر جمهوری اسلامی مقام رهبری این اتفاق افتاده تایید صلاحیت شده و از این فیلتر عبور کرده من ارزم این است که این فهم در بالاترین ارکان نظام سیاسی وجود داره که آقا تخصص مهم نیست اینکه شما چقدر میتوانید یک کار رو پیش ببرید مهم نیست مهم این است که چقدر شما دلبستگی به آرمانها یا فهمی که ما از آرمانها داریم دارید شما اون وابستگی رو ندارید اگر این باشد, باشد که در خیلی از موارد هست دلیل شکست همینه دیگه من دارم در واقع شما الان نگاه کنید دکتر تو انتصابات اخیر آقای دکتر پزشکی من اسم نمیبرم شما به وضوح مشاهده میکنید انتصاباتی که هیچ ربطی اون فرد به نظر میرسه نه به لحاظ تحصیلات دانشگاهی نه به لحاظ تخصص فنی نه به لحاظ اندیشه نه به لحاظ باورها با اون منصب نداره اما به اون منصب گمارده شده چرا آقای دکتر؟ برای اینکه آقای دکتر پزشکیانم گمان میبرد که محتمل است این انتصاب X یا ایگرگ با مخالفت نهادهای بالادستی مواجه بشه میگه بنابراین بذاریم یه فردی یا باشه هرچند تخصص نداره هرچند شایسته این جایگاه نیست ولی فعلا حالا کار رو شروع بکنیم ببینیم کارمون به کجا میکشه من هر زمین است که این دیدگاه رو چگونه میشه عوض کرد ببینید بله ما میتونیم بگیم آقا این دیدگاه غلطه ولی بحث این است که چطور میشه عوضش کرد الان شما آقای دکتر ظریف رو نگاه بکنید ایشون سالهای سال در دستگاه دیپلماسی ایران بوده هشت سال وزیر امور خارجه ایران بوده و در مهمترین مذاکرات سیاسی سرنوشت سازترین مذاکرات سیاسی نفر اول یا دوم بوده الان مجلس به دنبال این است که در واقع تحت فشار گذاشته رئیس جمهور که آقا ایشون چون فرزندانش تابعیت آمریکا دارن ایشون رو باید بذاریم که حتی بهانه است دیگه در واقع من ارزم این است که خب آقای دکتر ظریف یا آدم تکنوکرات در واقع متخصصه یه تکنوکرات متخصص کارآمده و علل باید بشود از امکانات او از دانش او بهره برد اما نمیشه اما نمیشه مسئله این است که ایراد به ماهیت هنجارهای درونی نظام سیاسی برمیگرده یا اینکه نه به رفتارها و اختلاف سلیقه ها برمیگرده بله شما اگر اجازه بدید من همه اینها رو در واقع به مرور داشتم عرض می کردم خب شوق سخن گفتن شما ظاهرا بیشتر نه، من از من خوام که خب حضرت علی هم بله بزرگواری ببینید آقای دکتر بیات عزیز من نکات شما رو تایید می کنم چون هی بحث در بحث پیش میاد من اصلا روال بحث از دستم در میاد ما مسئلهمون اینه که به هر حال ایران از سال 1285 به این طرف گفتمانش رو و گفتمان در واقع مشروط خواهی اعلام کرده در گفتمان مشروط خواهی نظام مبتنی بر تبعیض و نظام مبتنی بر امتیازات باید مطلقا از بین بره اما با کمال تأسف این اتفاق نیفتاد یعنی در دوران نظام پهلوی هم شما ملاحظه میکنید که قانون استخدام کشوری رسما داره میگه آقا اگر کسی فساد عقیده دارد حق ندارد وارد در واقع ادارات در نظام شاهنشاهی بشود یعنی چی یعنی شما اومدی قانون اساسی رو پذیرفتی در سال 1285 مشروطه شدی دولتت ادارت اداره مشروطه است از لحاظ یعنی روی کاغذ در نظر اما میای چه کار میکنی میای میپیچونی میای آرمانهای دولت مشروطه رو میپیچونی و میگی که چی میگی ببین در اداراتی که در زیر سایه سار علا حضرت شاهنشاه آریا مهر در واقع کار می کنند شهروندی که فساد عقیده دارد نباید وارد اداره بشود یعنی میای شما در اون دوره هم دقیقا همین کاری رو میکنی که جمهوری اسلامی به توان صد کرده یعنی چه کار میکنیم؟ یعنی با این یک عبارت فساد عقیده هر کی مخالفته هر کی منتقدته هر کی در واقع به اصطلاح یک زاویه با تو داره رو یه جورایی حذفش میکنی از نظام اداری در واقع شایسته سالار شما با این روش دور میشید حالا در حقیقت صحبت من چیه؟ صحبت من اینه که یا شما نظام سلطانی و اداره مبتنی بر عوامر ملوکانه رو پشت سر گذاشتید و باید مفهوم اداره شهروند مدار رو بپذیرید یا نپذیرید من معتقدم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مفهوم قابلیت ظهور و بروز داره در عمل متاسفانه ما اداره شهروند مدار نداریم در عمل ما اداره فرمان مدار داریم اداره تبعیزگرا داریم اداره امتیاز سالار داریم سوال چیه؟ سوال اینه که چرا در کشورهای اروپایی در آمریکا در خیلی از کشورها در ژاپن ما تونستیم به توسعه برسیم برای اینکه آقا اونها از همون زمانی که شعار مشروطه گرایی و نظام حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی رو سر دادند از همون آغاز در واقع تلاش کردن اولا بهش وفادار باشند ثانیاً این موضوع رو در سطح اداراتشون یعنی در سطح حقوق عمومی در واقع سطح دو هم پیاده بکنن شما ببینید اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسوی ها در سال 1789 چی داره میگه؟ میگه چی؟ میگه تمام شهروندان نمیگه مسلمان مسیحی یهودی میگه آقا همه شهروندان بر اساس توانمندی ها بر اساس استعدادها و بر اساس ارزش های خود به صورت برابر و بدون هیچ تبعیزی در منزلت ها جایگاه ها و مش... مشاغل عمومی پذیرفته می شوند ما همینو کم داریم یعنی در زمان رژیم پهلوی این مسئله مورد غفلت بود یعنی همین ماده به اصطلاح از اعلامیه 1789 مفهومی که درش هست نادیده گرفته میشد در جمهوری اسلامی هم کاملا ما ادارمون اداره است که اصلا مبتنی بر توانمندی ها نیست، مبتنی بر استعداد ها نیست، مبتنی بر اصل برابری و تبعیض زدایی نیست، بلکه کاملا مبتنی بر تبعیض گرایی و نابرابری گرایی هستش. هم در ورود به خدمت، هم در واقع در مسئله ارتقاعات شغلی و حرفی من اعتقادم اینه بدبختی های ما قسمت اعظمش از همین جا در واقع نشأت میگیره چرا برای اینکه شما اداره ای رو در این 45 سال گذشته طراحی و اجرا کردی که اداره خرد سالاره اداره توانمند سالار نیست اداره ای نیست که به ارزش ها و استعداد های تک تک شهروندان احترام بگذاره اداره بیشتر از آنکه به توانمندی های شما حرمت بنهد به ظواهر شما حرمت می نهد خب اگر ظاهرگرایی و فرمالیسم در ادارات حاکم بشود نتیجه آن میشه ریاکاری نتیجه آن میشه در واقع باندبازی نتیجه آن میشود تبهکاری اداری که یعنی شما در اداره به جای این که فکر بکنی من چگونه می توانم خدمات عمومی رو ارائه بدهم که مردم راضی باشند به جای این که به این فکر بکنی که چه کار باید بکنی که نوآوری داشته باشی و از اداره در کشورهای پیشرفته عقب تر نمونی شب و روز به فکر اینی که من چه کار بکنم که اون آدمی که با من متفاوته منتقد هست اونو زمین بزنم آقا علت عقب ماندگی به نظر من همینه یعنی شما یعنی میفرمیم در رفتارهاست ببنید. یا نه هنجارهای درونی و ساختار دوگانه نظام سیاسی هم عامله ببینید یه بخشی اون رو از نظام رو سیاسی فراهم الان من ببخشید یه مثال بزنم چون من میخوام از رتالی بس گرم بگیره شما آقای سپنتا نیکنام رو یادتونه بله. دیگه عضو شورای شهر یزد شده بله بله. ایشون بر اساس قانون در واقع انتخاب اعضای شورای شهر که مصوب بله. مجلس بود و به تایید شورای نگهبان رسیده بود بله. ببینید به تایید شورای نگهبان رسیده بود درسته. وارد شورای شهر شد یعنی منتخب مردم شد وارد شورای شهر شد یکی از فقه های شورای شهر <applause> یه آقایی که در واقع رقابت رو به آقای نیکنام باخته بود آها. اومد از این آقا سوال کرد از این عضو فقیه شورای <applause> نگهبان او گفت آقا بر اساس قاعده سبیل نفی <applause> سبیل لن یچ الله للمؤمنین الکافرین سبیلا <applause> نباید یک زرتشتی برای مسلمانان در شورای شهر تصمیم بگیره بر اساس این نظر اون آقا رفت از دیوان عدالت اداری دستور موقت گرفت عضویت آقای سپنتا نیکنام در واقع معلق شد و کار به مجمع تشخیص مسلحت نظام کشیده شد آقای دکتر تا بعدن ایشون برگرده من میخوام سوال کنم از حضرت عالی شما به نظر میرسه منحصر میدانید این ناکارآمدی رو در فهم کارگزاران من ارزم این است که اون فقیه شورای نگهبان خودش رو مخیر و در واقع صاحب حق میداند در چنین اظهار نظری و میگه نه و این اتفاق هم در سیستم میفته یعنی شما یک فرد شایسته رو به دلیل فهمی که از فقه داری و از مذهب داری از اداره امور کشور عملا خارج میکنی درسته الان بسیاری از اقلیتهای دینی به این ترتیب عملا از جریان اداره امور جاری کشور خارج شدن کاندید نمیتونن بشن منتخب اوه. نمیتونن باشن حتی یه رئیس بانک هم نمیتونه بشه و حالا سطوح کلان اداره که هیچی در پایین ترین سطوح اداری هم امکان انتخابش نیست و عملا در واقع از حقوق اجتماعیش محروم میشه من ارزم این است که این یک فهمی است که در ساختار و در هنجار جاری و ساری است ربطی به رفتار نداره آقای دکتر این نه. اون مسئله هست ببین بنده عرض کردم هم اون فهمه غلطه همین رفتار غلطه خب یعنی چی؟ یعنی فهم ما از قانون اساسی غلطه رفتار ما منطبق با اصلا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست بنابراین اگر میخواهید که کشور و روزگار مردمان زایه نشود هم این فهمتون رو اصلاح بکنید همین رفتارتون رو اصلاح بکنید هم نظام قانونی و نظام حقوقی حاکم بر اداره رو اصلاح بکنید من مثال ارز کنم خدمت شما ببینید از دهه شست به این ور شما اومدید در ایران یک نظام گزینشی رو را انداختید که ورود به خدمت رو دقیقا به گونه ای مدیریت داره میکنه که برخلاف اون اهداف و ارزش ها و ایدال هایی که در قانون اساسی گفتیم و ما دفاع کردیم ازش در واقع داره انجام میشه شما به اصطلاح این قانون مدیریت به اصطلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که الان بالاخره نظام استخدام عمومی بر اساس اون داره انجام میشه این رو نگاه بکنید خب این قانون در ماده 41 خودش به اصطلاح شرایطی رو خلاصه ذکر کرده برای استخدام که حالا بالاخره بعضی از شرایط قابل فهمه داشتن حداقل سن مثلا 20 سال تمام و حداکثر اکثر 40 سال شرط ایجابی تمام و تاب داشتن تابعیت و انجام خدمت دوره ضرورت عدم اعتیاد نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر داشتن سلامت جسمانی و روانی و این حرفا بعد میاد میگه چی؟ میگه اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بلا فاصله پس از اون میگه التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ببینید حالا تا همین جا هم شما میتوانید این ماده 42 رو به گونه ای اجرا بکنید که بالاخره اون دسترسی شهروندان به مشاغل عمومی در مرحله ورود به خدمت و در واقع انتصابات خیلی مخدوش نشه اما شما تو همین قانون میایید میگید که آقا قانون قوانین و مقررات گزینشی که پیش از قانون مدیریت حاکم بوده اونا همچنان معتبرند و همچنان در واقع باید اجرا بشوند خب ما میریم مراجعه میکنیم به قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که الان نظام گزینشی ما بر اساس قانونیه که این قانون گزینش معلمان رو تسری داده به کل نظام استخدام عمومی ایران شما در واقع وقتی ماده دوم این قانون رو میخونی اصلا در حقیقت در باورت نمی که با اجرای این قانون شهروندانی که منتقد باشن، آزاداندیش باشن، توانمند باشن با اجرای این قانون اصلا نمیتونن وارد در واقع چرخه اداری ما بشون. قانون چی میگه؟ قانون حالا در واقع اشاره میکنه به اینکه آقا اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی خب شما وقتی میگی اعتقاد باید دستگاه اعتقاد سنجم را بندازی که را افتاده نزهیت های گزینشی هسته های گزینشی که چقدر بودجه صرف اونها میشه در کل کشور اینا الان 40 50 ساله در واقع هسته های اعتقاد سنج به یک معنا تو کشور را انداختن و ببخشید شما وقتی که نظام اعتقاد سنجی را بندازی دیگه اون صداقت و شرافت دینی و اینها یه مقداری کمرنگ میشه ریاکاری ظاهر فریبی حق بازی خیلی وقتا در واقع جای خودش رو به دینداری خالص در واقع میده التزام عملی به احکام اسلام شما تو قانون اینو میاری حالا تو آین نامه ها هم خیلی از در واقع این مسائل رو میاد جزئی میکنه خب چطور میخوای التزام عملی رو بری به سنجی؟ نتیجهش ریا و تزویر آه شما در واقع میخوای بری تو خونه های مردم جاسوس بگماری دوربین بذاری آقا ببین شما وقتی که استخدام عمومی رو اومدی متکی کردی به این مسائل یعنی اینکه به خیلی از شهروندان داری میگی چی میگی آقا قید ورود به دولت و ورود به اداره رو اصلا بزن بهش فکر نکن همینجوری که الان خیلی از دانشجوها تو دانشگاه ها میگن بابا ما رو که تو این ادارات را نمیدن ما غریبه ایم همین که ما رو تو کشور تحمل کردن خدا رو شکر بعد حالا ببین چقدر سختگیری میکنی تو بند سوم خیلی فراتر از التزام به اسلام و اعتقاد به اسلام میری یعنی تو بند سوم میای میگی اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، به نظام جمهوری اسلامی به قانون اساسی یا العجب. یعنی شما گونه قابل فهم و قابل راستی آزمایی این بحث شما الان چهل ساله داری رسما به شهروندان به جوانان نخبت داری میگی ببین اگه نظریه سیاسی منو قبول نداشته باشی جایی در اداره نداری جایی در اداره نداری آقا یه وقتی هست که ما به جوانانی که میخوان به اصطلاح به خدمت اداره وارد بشن میگیم ببین همین که شما علیه نظام جمهوری اسلامی شمشیر نکشی زاویه نداشته باشی و قصد براندازی نداشته باشی همین کافیه اما داری میگی باید هم اعتقاد داشته باشی هم التزام داشته باشی به همه اینها برادر من شاید یک نفری در واقع نخبه بود نابغه بود اصلا نسبت به این مسائل انتقاد داشت خب بودند بسیاری از بزرگان فقهی و دینی ما که اساسا به ولایت فقیه اعتقادی نداشتند یعنی شما الان مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه هم بیاد احتمالا شما ایشون رو واجد شرایط ورود به خدمت در ادارات جمهوری اسلامی نخواهید دونست یا مرحوم آیت الله خویی یا برخی از بزرگان دیگر خب ببین من میخوام بگم که در حقیقت علت این که اداره در نظام جمهوری اسلامی در حقیقت به یک جایی رسیده که عملا داره فرومایگی رو ترویج میکنه خب علتش اینه ریا تزویر تزویر رو پرونده سازی رو توانمند ستیزی رو ادارات ما الان در واقع رویه, رویه ای که بر اونها حاکمه اغلب رویه های توانمند ستیزه خب آقا علتش اینه شما اومدید میلیاردها میلیارد پول خرج میکنید برای اینکه در حقیقت سیستم اداریتون سیستم اداری ناکارآمد بشه مگه نمیخوایی در واقع ایران و جمهوری اسلامی به قله ها برسه خب باید اینا رو اصلاح کنید این در واقع کارمند باید صادق باشه شفاف باشه کارآمد باشه منتقد باشه تا بند. مؤثر باشه ولی وقتی شما این شروط رو میذارید عملا او رو سرکوب میکنید میگه هر چقدر می ساکتتر همراهتر با سیستم بهتر در بند چارش میگه عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسخ خب ببین این معنا یه اوج داره یه میان داره یه در واقع فرود داره خب آقا یعنی چی مثلا الان دیدی رایج شده که مثلا یک کسی از یکی خوشش نمیاد به اون میگه معلوم الحال خب آقا این معلوم الحال یعنی چی؟ ها؟ من میخوام خدمت شما یا حتی لیبرال یا لیبرال این آدم اندیشه های لیبرالی داره خب زمان شاه میگفتن آقا هر کی ف... یعنی قانون میگفت میگفت هر کی ساده عقیدتی داره به اداره راهش ندید الان در واقع الانم هم همینه دیگه الانم هم میگن اگر شما فساد اخلاقی داری حالا فساد اخلاقی تعریفش چیه خدا میدونه خب اگر شما در واقع التزام عملی نداری اعتقاد و التزام به ولایت فقیه نداری در سیستم به اصطلاح جایی نمیتونی داشته باشی حالا ببین من فقط در حقیقت از محتوای نظام گزینشی انتقاد کردم ساختار رو بخوای نگاه کنی ساختار هم که اصلا دقیقا یه ساختار غیر مردمی ساختاری که اصلا در مدیریت امور گزینشی اصلا شهروندان جایی ندارند خب بنابراین نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه یک اداره معیوب یک اداره بیمار یک اداره فشل ناکارآمد و خرد پرور کوتوله پرور و فرار مغزها خروجیش میشه فرار مغزها فرار نخبگان خروجیش میشه در واقع این که آقا جوان ایرانی نباید موفقیت خودش رو در حضور در داخل ادارات ببینه عزیز من مشکل اینه و حالا توی این قانونی که در دهم مهر مهرماه سال 401 به اصطلاح تصویب شد تحت عنوان نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس خب شما بیا ببین ماده دوم این قانون میگه انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پوست های حساس ممنوع است کسانی که خود فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف داشته باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما یه انسانی باشی که تمام اون شرایط سختگیرانه رو که الان ما نقد کردیم رو داشته باشی یعنی اعتقاد عمیق به ولایت فقیه داشته باشی التزام به ولایت فقیه و نمیدونم احکام اسلام و همه اینا رو شما صد باشی اما فرزندت یا همسرت بنا به دلایلی تابعیت یک کشور دیگه ای رو داشته باشی شما از نظر جمهوری اسلامی آدم ناشایسته ای هستی برای گرفتن یک پست و سمت در جمهوری اسلامی خب ببخشید خودزنی از این بالاتر خودزنی از این بالاتر شما نمیدونی آقای قانونگذار شما متوجه نیستی که ممکنه یکی از همین وفاداران به خودت در دوران تحصیلش مثلا در یک کشوری تحصیل کرده باشه که به محض تولد تابعیت اتوماتیک به فرزند او اعطا شده باشه بعد شما میای مثلا این رو یعنی اداره در جمهوری اسلامی رو محروم میکنی از این که او بتونه پستی رو بگیره آقا اینجاست که من دارم میگم توهم سالاری اداره در جمهوری اسلامی قربانی موهومات شده قربانی همین در واقع تئوری توطئه شده من نمیخوام بگم ایران دشمن نداره جمهوری اسلامی دشمن نداره داره خیلی هم داره اولا خیلی از این دشمن ها رو ما پرورش دادیم ثانیا این رفتارهایی که شما دارید عملا به شکست دشمنانتون منتهی نشده که باعث شده که خیلی از مردم خودتونم با خودتون به اصطلاح دشمن بشن. شما به جای اینکه فضا رو باز بکنی که هر ایرانی که ارق ملی داره، ارق ایرانو داره، ارق در واقع مملکتش رو داره و مردمش رو داره بیاد تو اداره خدمت بکنه، میاید هر دفعه با این قوانین جمهوری ستیز من اسمشون رو گذاشتم میاد با این قوانین ملت ستیز جمهوری ستیز کاری میکنید که اداره روز به روز توانمندی خودش برای درخشش و حرکت در مسیر خدمت به ملت شکست میخوره شما به اصطلاح ببینید این قانون رو خواهی دکتر ببخشید این برای اینکه من بتونم سوالاتم رو هم من این قسمت هم بحثم رو هم به اصطلاح تموم بکنم خب همین قانون جدید میاد یک لیست بلند بالایی از مشاغل حساس رو ادا... ارائه میده معاونان مشاوران رئیس جمهور و مقامان مقام آنها معاونان و مشاوران وزرا رؤسا مدیران عامل مدیران کل و همترازان آنها در وزارت خانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی، حتی مؤسسات و نهادهای های غیر دولتی آقا شما همه اینها رو در واقع آوردی اختیار اینها رو دادی دست کی؟ دادی دست سه تا نهاد امنیتی اجرای این قانون دست کیه؟ دست مراجع سگانه است مراجع سگانه کیا هستند؟ حفاظت و اطلاعات قوه قضایی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات خب عزیز من برادر من شما واقعا دلسوز جمهوری اسلامی هستی؟ من میگم این قانون گذاریت نشون میده که دلسوز نیستی برای چی؟ برای اینکه اداره رو به جای اینکه به سپاری دست شایست سالاران سپردی دست نیروها و نهادهای امنیتی خو خب نیروی امنیتی ما مخلصشون هم هستیم امنیت یک ارزش مقدسی است که باید حفظ بشه اما سر جای خودش شما وقتی امر اداری رو امر سیاسی رو امر فرهنگی رو تبدیل کردی به امر امنیتی یعنی همونجا نقطه آغاز هزیمتته یه بیل اجازه بدید شکست جمهوری اسلامی در رسیدن به اون اهداف اداره کارآمد و اداری که موتور محرکه توسعه است از همین جاها در واقع شروع شده مونتا ما به جای اینکه از خواب قفلت بیدار بشیم و بیایم اون مسیر خطایی رو که رفتیم و نذاشته آقا این سیستم اداری این سیستم حقوقی این سیستم مقرر گذاری این سیستم گزینش این سیستم قانون گذاری در 45 سال گذشته نگذاشته است که جمهوری اسلامی به آرزوهاش برسه نگذاشته ملت ایران به آرزوهاش برسه آرزوهای همین رهبر فعلی جمهوری اسلامی چیه؟ آرزوش این بود که ایران به قله برسه حداقل در منطقه چرا نرسید؟ برای اینکه این قوانین، این نظام مقررات گذارید و این توهم زدگی مانع از رسیدن به اون آرزو هاست عزیزان من یه مقداری در واقع ما باید نگاه منتقدانه بازندیشانه نسبت به همین ها داشته باشیم شما اگر همین قوانین رو اصلاح می کردید به نظر من همین جمهوری اسلامی هم میتونست به خیلی از جاها برسه الان به جای اینکه شما بیاید توانمند سالاری رو روز به روز هی حاکم تر بکنید در جمهوری اسلامی انگار دارید هی لج میکنید روز به روز میایید قوانینی رو میگذارید رویه هایی رو در پیش میگیرید که این توانمند سالاری این شهروند سالاری این مردم سالاری روز به روز داره ضعیفتر میشه نمونهش رو شما اشاره کردید در کانونهای سنفی در نهادهای سنفی شما این ضعیف سالاری رو خورد سالاری رو آقا حتی به کانون وکلا هم سرایت دادی با اون قانون در واقع یعنی با آین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا که در سال 1400 مرحوم رئیسی امضاش کرد و کانون های وکلا پس از اون آباد شدند شما با اون آین نامه در واقع دخل کانون های وکلا و نهادهای های ای رو هم در آوردید خب ببخشید ماحسل همه این مقرر گذاری ها چیه؟ کوچک سالاریه خورد سالاری بجای خرد سالاری به جای خرد سالاری ماحصل این نظام مقرر گذاری و قانون گذاری اشتباه و توطئه اندیشه آقا عموم مردم ایران نه با اسلام مشکل دارن نه با نظام مشکل دارن نه با جمهوری اسلامی مشکل دارن با توهم زدگی شما ها مشکل دارند اجازه بدید دل همین نظام بیان و از این نظام حقوقی توهم زده یه مقداری در واقع توهم سال زدایی بکنند جریانی که تحت عنوان خالص سازی در دولت آقای رئیسی شروع شد و قبل از اون در قوه قضایی شروع شده بود و قبل از اون در مرکز وکلای قوه قضایی در دوران آقای رئیسی و آقای بهادوری جهرومی شروع شده بود خب این جریان مبتنی بر همین جریان در واقع ستیز با غیره یعنی جریان است که بروندادش در نهایت خرد عزیزان من، برادران من، دوستان من، ملت شریف ایران با خورد سالاری نمی شود به قله های شکوه و تمدن و توسعه رسید با سپردن امر استخدامی، امر اداری، امر فرهنگی، امر اقتصادی، امر سیاسی، امر انتخاباتی به نیروهای شریف و خدوم امنیتی شما نمی توانید به قله برسید اینو من به چه زبانی بگم؟ من رسیدن به قله مستلزم حاکمیت شهروند حاکمیت انسانهای توانمنده من دیگه حرفی ندارم خیلی ممنون از فرمشات حضرت علی به نکات بسیار خوبی حضرت علی اشاره کردید ببینید خب همه این فرمشات حضرت علی واقعیات مبرهنی است که کما بیش همه ما با گوشت و پوست و خونمون لمس میکنیم یعنی هر کدام ما که به یه اداره جایی مراجعه کرده باشیم چه به عنوان فردی که نیازمند یک خدماتی است یا فردی که میخواد بره در اداره مشغول بشه و در فرایند استخدام قرار بگیره و چه زمانی که خواستیم بریم در معرض انتخاب عمومی قرار بگیریم این مسائل رو مشکلات رو کاملا احساس کردیم منطقه بحث من این است که دو تا دیدگاه وجود داره یه دیدگاه که دیدگاه قالبم هست فعلا میگه نه این چیزی که اصلا شما میگی اصلا غلطه اصلا نادرسته کی هم چی حرفی زده هر کسی که میگه غلطه رو من دعوت به مناظره و گفتگو می کنم بسم الله حتما حتما همین اتفاق بیان ما با هم بشینیم گفتگو بکنیم بنده معتقدم دیدگاه اونها با قانون اساسی با چارچوب های جمهوری اسلامی نمیخواند و دقیقا همان کسانی که مدافع این دیدگاه هستن ضد نظام ضد ایران ضد انقلاب آقای دکتر همان دیدگاهی که می من زد دارم. قانون اساسی ضد اسلام و ضد انقلاب هست اینها کاملا معتقدند آنچه که عمل می‌کنند در چارچوب قانون اساسی است و منطبق است با آرمان ها و اهداف چرا میگن آقا مجلس شورای اسلامی رو که شما قبول دارید دیگه قوه مقننه جمهوری اسلامی است قانونگذاری به منزله اعمال اراده عمومی در این قالب رخ میده قانون وضع میشه این قانون میره در شورای نگهبان وفق اصل چهار قانون اساسی اونجا از حیث حداقل عدم مغایرت شورای نگهبان با باید حالا ارزم همینه آهان داریم میرسیم به نکات مهم اونجا تایید شده بنابراین فرض بران است که هم منطبق با قانون اساسی است هم منطبق با شریعت اسلام و هم منطبق با آرمانها و ایدئال است که در مقدمه قانون اساسی اومده بنابراین شما نمیتوانید قانونی رو که همه مراحل حقوقیش طی شده در واقع این گونه نقد کنید بگویید نه این نظام گزینش ایراد داره این نظام آموزش نیروی متخصص ایراد داره این گونه بست دادن شرایط ایجابی و سلبی ایراد داره و و و و میگن آقا نه ما در چارچوب قانون اساسی داریم کار میکنیم من به همین علت میخوام این سوال رو مطرح کنم ببینید ما الان یه پدیده داریم به نام سهمیه ها این هم یه بحث مهمه یه بخش مهم از شایسته سالاری و اداره شایسته کشور نظام جمهوری اسلامی معتقده کسانی که برای جمهوری اسلامی خون دادن جان دادن سالهای سال در جبهه بودن در اسارت بودن خودشون فرزندانشون نوه و نتیجه و همه کس و کارشون باید از یه امتیاز ویژه‌ای برخوردار باشن و اینها باید بتوانند نسبت به سایرین که شاید از اونها به لحاظ علمی و تخصصی بالاترن در واقع ما امتیازی بدیم که برسن به اینها یا یه ذرم بالاتر اینا بیان تو چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی گمان میبره که اینها بهتر میتونن زمین ساز بقای نظام سیاسی بشن اینها منطبق تر هستند با هنجارهای قالب اینها بیشتر در خدمت ساختار و هنجارهای درونی اونها هستن ولی اگر من یه متخصص رو بیارم یعنی اجازه بدم یه متخصص هم وارد رشته پزشکی بشه وارد رشته حقوق بشه وارد رشته مهندسی بشه این متخصص چون چیزی نداره اولویتش به لحاظ ذهنی و عقلی و منطقی باورهای جمهوری اسلامی نیست این اگر قدرت در اختیار بگیره امکان داره از ابزار قدرتش علیه جمهوری اسلامی استفاده کنه این یه ایده است دیگه این یه عقیده است خب نتیجهش این شده که ما سطح علمی دانشگاه هامون به شدت سقوط کرده الان رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی اگر اشتباه نکنم یه مصاحبه اخیرا کرده بودن گفت آقا هفتاد و پنج درصد کسانی که الان در رشته های پزشکی دارن تحصیل میکنن سهمیه هستن هفتاد و پنج درصد سهمیه سهمیه های مختلف میدونیم ما الان سی تا سهمیه داریم سهمیه های مختلف اینها وارد رشته هایی میشن که اصلا هیچ ربطی هم به سیاست نداره ببینید نکته اینجاست یه موقعی نظام سیاسی حساسیت داره برای مشاقل اطلاعاتی، امنیتی، رده های بالای حکومتی یه حساسیت رو اعمال میکنه که شما فرمودید مثل همین قانون احصاء شرایط انتصاب به مشاقل حساس ولی نه طرف میخواد مهندس بشه اصلا وارد دستگاه دولت هم نمیخواد بشه میخواد بره ساختمون سازی کنه میخواد بره مردم رو درمان کنه جراحی کنه و خیلی اتفاقای دیگه بیفته در اون حوزه هم میگه نه اونایی که به من اعتقاد بیشتری دارن یا برای من جان دادن مال دادن بخشی از بدنشون رو دادن اونها باید بیان در این حوزه ها مشغول بشن که به اعتقاد من این مصداق بارز تبعیض نارواست یعنی آقای دکتر اداره یه مفهوم وسیعتری داره شما اداره رو معطوف کردید به دستگاه دولت و حاکمیت من ارزم این است که نظام سیاسی میگه نه اداره بلا. چیزی وسیع تر از ایناست کل نظام روابط اجتماعی هم حتی اون بخشی که کاملا غیر سیاسی هم باید من کنترلش کنم و نظارتش کنم چرا پزشکی هم که میخواد بره عمل کنه باید با میارهای من سازگار باشه من میخوام ایراد بگیرم یعنی ایراد که نه اون مسئله اساسی رو مطرح کنم به اعتقاد من حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی تعریف نشده آقای دکتر از حضرت علی که در این حوزه صاحب نظر و کتاب هستید من میخوام بپرسم وقتی ما از حاکمیت قانون حرف میزنیم حاکمیت چه قانونی مد نظرمونه قانونی که سیانت از قدرت رو اولویت قرار میده یا تنظیم و تضمین حقوق و آزادی ها رو اگر حقوق و آزادی ها در نظام قانون گذاری اولویت داشته باشه به بقای حاکمیت طبیعتا شایست سالاری هم پشت سرش میاد ولی این قانون گذاری اولویتش سیانت از نظام سیاسی حتی اگر لازمش تضییع حقوق و آزادی ها باشه من یه گفتگویی میکردم با یکی از عزیزانی که در پژوهشکده شورای نگهبان هست قدیم چند سال قبل من گفتم آقا یعنی در گفتگو پیرامون همین آقای سپنتا نیکنام گفتم آقا خب نتیجهش این است که شما اقلیت های دینی دیگه نمیتونن بیان وارد نظام حکمرانی باشن ایشون خیلی سریع در حضور همه افرادی که بودن و آقا نشن نشن بهتر اصلا مهم نیست جا برای ما باز میشه خب اصلا, مهم نیست این جمله شو گفت نشن اصلا مهم نیست من عرضم همینه آقای دکتر من بحثم این است که آیا چرخش آزاد قدرت زمین ساز اصلاح نظام اداری ما و شایسته سالاری نیست یعنی الان شما همیشه ظرف 45 سال گذشته ما این بحث رو داشتیم که آقا باید شورای نگهبان اجازه بده اندیشه ها آرا و عقاید مختلف هم وارد در واقع چرخه مشارکت سیاسی بشن اگر این افراد وارد چرخه مشارکت سیاسی بشن آدم های کارآمدتری وارد نظام سیاسی میشن بله. خب اینقدر پرسش شما طولانی بود که و نکات هم پرسش بود هم اظهار آره نظر بود من میخوام از رتالی رو به ده. چالش بکشم بله و میخوام نکات پاسخی که دیگران یعنی بیننده بله ما میخواد بله رو هم بگیره و نکات متنوع بود من یادداشت کردم که این نکات متنوع رو یکی یکی به اصطلاح بهش بپردازم ببینید قطعا ما در بحث سهمیه ها زیاده روی کردیم اصلا تردید نکنید من به اصطلاح یک کتابی رو سالها پیش نوشتم تحت عنوان تبعیض مثبت آره دیسک خیمیناسیون پوزیتیو به اصطلاح فرانسوی ها میگن یا افیرمیتیو اکشن حالا به انگلیسیش ببینید تبعیض مثبت رو من قبول دارم حالا چه ایده ایده سوسیالیستی باشه چه هر چی باشه من کاری به اونش ندارم تبعیض مثبت رو از این زاویه من ازش دفاع می کنم که به کار تقویت حق ها و آزادی های انسان ها میاد یعنی تبعیضی است که برای ایجاد برابری و عدالت مفیده ببینید اگر یه وقتی ما چنین تبعیزی رو که تبعیز رواز تبعیز عادلانه است به صورت حد عقلی و به صورت موقت اعمال بکنیم من ازش دفاع میکنم اما شما روز به روز دارید این تبعیزها رو و این سهمیه ها رو گسترش میدید و این فاجعه است خب حالا این یه قسمت کار قسمت دوم کار مسئله حاکمیت قانون هست که باز در اینجا هم با شما موافقم ما اولا برداشت نادرستی از حاکمیت قانون داریم در جمهوری اسلامی اصلا بسیاری مفهوم حاکمیت قانون رو نفهمیدند و معتقدم باید آموزش داده بشه به اینها حاکمیت قانون در واقع نمی شود با استثناگرایی جمع بشه الان نظام قانون قانونگذاری ما یه نظام استثناگراست یعنی هر قانونی رو میذاره یهو ده تا استثنا بهش میزنه دیگه اصلا اصل قانون در واقع فراموش میشه بنابراین با این فرمایش شما هم کاملا موافقم که اساسا نظریه حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی در حقیقت جدی گرفته نشده اگر هم احیانا مدافعی دارد مدافعانش یک برداشت کاملا شکلی و در واقع ظاهرگرایانه و فرمانمدار از حاکمیت قانون دارن در حالی که حاکمیت قانونی که ماها تو کتابهامون نوشتیم منظورمون حاکمیت قانون عدالت محور برابری محور آزادیگرا و انسان ستاست شما نمیتونی بیایی در واقعیه قانونی رو حاکم بکنی که انسان کش باشه انسان رو تغییر بکنه قانونی که بخواد حقها و آزادی ها و کرامت انسانی رو در واقع به سخره بگیره این قانون در تعریف من معلم حقوق اساسی اصلا قانون نیست ولی شما بیای به زور حاکمش کنیم پس ما برداشتمون رو از قانون و حاکمیت قانون باید اصلاح بکنیم اما اون نکته ای که میخواستم روش تاکید بکنم و باز هم بگم عامل عدم موفقیت جمهوری اسلامی در رسیدن به اهدافش شده اینه اداره حق مدار، اداره آزادی مدار مشکل ما اینه مشکل جمهوری اسلامی اینه که در واقع زمامدارانش، مدیران ارشدش، سیاستگذارانش هنوز متفتنه این نکته نشدند که تا زمانی که اداره شهروند مدار به معنای دقیق کلمه نشود این اداره نمیتواند شما رو به قله برساند آقا من اصلا کاری به دولت روحانی رو... از حق مداری چیست؟ یعنی همون اداره شهروند مدار من حق کاری... به مفهوم حق داشتم حق به معنای در واقع آزادی ها احترام به در واقع اون گونه ها و مختلفی از حقا و آزادی ها و تکسر. شهروندان برای شهروندان به رسمیت شناخته شده است ببینید در زمان دولت روحانی منشور حقوق شهروندی تصویب شد به اصطلاح مصوبه 178 شورای عالی اداری تصویب شد برای تقویت حقوق شهروندی در نظام اداری اما کسی اینو جدی نگرفت اگر در نه تنها جدی نگرفتنش بلکه خود در واقع سیستم اداری اه... به اصطلاح علیه اون قیام کرد نظام حکمرانی نهادهای قدرتی علیه اون منشورها اینا قیام کردن من میخوام خب همین هاست ببین تا زمانی که شما متفتن این نکته نشی که ادارت بشود اداره پشتیبان حقها و ها به پیشرفت نمیرسی به توسعه نمیرسی سخن خودم رو میخوام با یکی از اون سخنان معروف شهید بزرگ آیت الله متحری به اصطلاح مستندسازی بکنم ببینید ایشون در بحث هایی که قبل از انقلاب میکرد و خب من خیلی از آثار ایشون رو خونده بودم یه جمله ای داره جمله تکان دهنده است و الان هم به نظر من واقعا تکان دهنده است جمله میگه اسلام آ اینو دیگه کسی میگه که خب کسی در اسلامش تردیدی نیست ماها غریبه ایم ولی شهید متحری ایدولوگ نظام در واقع انقلاب اسلامی است و همه دیگه میشن ایشون میگه اسلام فقط و فقط در جایی رشد و توسعه و نمو پیدا میکنه که فضا آزاد باشه ببین این حرف حرف یه اندیشمند اصیل شیعه و اسلام است یعنی چی یعنی در جایی که آزادی وجود ندارد از نظر شهید متحری اسلام هم نمیتواند بال و پر بیابد آقا این حرف خیلی حرف عمیقیه من سالهاست هی مرتب این حرف رو مرور می تو ذهنم و معتقدم دقیقا جمهوری اسلامی هم در همین جاها یعنی از همین زاویه در حقیقت نتونست به اون اهدافش برسه چرا؟ برای اینکه این حرف رو شهید متحری فقط برای اسلام نزده برای حکرانی زده برای اداره زده شما اگر اومدی اداره خودت رو سازمان اداری خودت رو مبتنی کردی بر قوانین و مقررات و نظاماتی که با آزادی انسانها سازگار نبود با کرامت انسانی و حقهای بشری سازگار نبود آقا یعنی اینکه داری با دست خودت چاه در واقع این اداره رو میکنی داری در واقع با دست خودت این اداره رو به فروچاله می افکنی خب یعنی چی؟ یعنی در واقع ما باید چشم هامون رو بشوریم و جور دیگری بیاییم و در واقع اداره در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران رو بازبینی بکنیم بله من مدافع بازنگری قانون اساسی در جمهوری اسلامی هستم قبلا هم بودم کتابش هم نوشتم اما در واقع اگر اراده ای باشه اگر معرفتی تولید بشود می شود حتی قبل از بازنگری قانون اساسی شما بیایید در حقوق اداریتون بازنگری کنید آقا اگه دلسوز جمهوری اسلامی هستید دست از این توهم زدگی و تصویب این قوانین نظام ستیزتون بردارید در هیچ کجای دنیا شما نمیتوانید شهروند رو انسان رو تحقیر بکنید بعد بهش بگو آقا پرواز کن برو به سمت قله ها خب او نمیره آقای دکتر نظام سیاسی آنچه رو که حضرت عالی میفرمایید توهم قلمداد نمیکنه یعنی میگه نه این توهم نیست این هنجاری است این ارزشی است این قایتی است که ما باید به سمتش حرکت بکنیم حتی اگر هزینه های سنگین بر گرده مردم تحمیل بکنه ما تحت هر شرایطی باید افرادی رو به عنوان کارگزار در نظام سیاسی مورد استفاده قرار بدیم که معتقد به این آرمان ها و این توهمش کجاست؟ توهمش اینجاست که دقیقا این فکر به ضد خودش تبدیل میشه یعنی چی؟ یعنی شما 45 ساله اومدی به اسم تقویت جریان حزب اللهی تقویت جریان ارزشی تقویت جریان مذهبی کلا نظام قانونگذاری و مقرر گذاری و نظام استخدام عمومی تو بردی به این سمت آیا به اون هدف رسیده؟ آیا تو همه جا همینه؟ من به این همینه. نن... در همه جا تشهکلها، هم... اصناف همه جا همینه. در همه جا نتیجه عکس داده. چرا؟ چرا؟ برای اینکه دقیقاً برخلاف همون سخن شهید متحری عمل شده. شهید متحری اگر میگه که در واقع میگه که اگر میخواهید که ارزش های دینی ارزش های اخلاقی در واقع و فضیلت ها در جامعه شکوفا بشوند آزادی را تقویت کنید دقت میکنی؟ خب آقای آقای دو... یعنی در واقع میخوام خدمتت بگم که ما با لجبازی ها و توهم زدگی هایی که پیرامونه مفهوم دیگری و مفهوم آزادی و مفهوم غیر داشتیم و اینا رو وارد نظام حقوقی خودمون کردیم دقیقا مسیری رو رفتیم که معکوس اون دل خواهیم آقای دکتر علتش این است نگاه مرحوم آیت الله متحری به آزادی و نسبت آزادی با قدرت سیاسی یا دولت اسلامی برداشت فلسفی بود ایشون از معدود روحانیونی بودند که در حوزه فلسفه غرب قور کرده بودند کما اینکه استادشون مرحوم علامه تبا تبایی هم به همین ترتیب ایشون با اندیشه های مدرن قرب آشنا بودند با مفاهیمی که قرب روش کار کرده آزادی ها، حقوق، عدالت و امثال اینها از منظر فلسفه قرب آشنا بود عمده آثارش هم تحت تأثیر در واقع همین است. ایشون در واقع فقیهانه به مفاهیم سیاسی نگاه نمی کردن خب ایشون همون اول انقلاب ترور شدن و در واقع فهم فقاهتی از حکومت قدرت گرفت فهم فقاهتی از آزادی قدرت گرفت از عدالت و امثال اینها و فقه به عنوان هنجار برتر بر حقوق مدرن قلبه کرد یعنی الان شما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نگاه میکنی علا رقمه که در جای جایش علال خصوص در فصل سوم از حقوق ملت حرف میزنه درست حق بر اشتغال، حق بر آزادی بیان، حق بر تجمعات، حق بر بهداشت، درمان، بیمه تأمین اجتماعی و فلان و فلان فلان همه رو مقید میکنه به موازین اسلام موازین اسلام هم زیل اصل چهار قانون اساسی یعنی اسلام فقاهتی اسلام فقاهتی هم اسلام تکلیف مداره نه اسلام حق مدار من ارزم این است که یکی از معضلاتی که ما در شایست سالاری در بحث اداره مطلوب داریم این است که ما تکلیفمون هنوز با این موضوع مشخص نیست که در هر صورت وقتی از حق بر مشارکت سیاسی حرف میزنیم معنا و مفهوم ما چیست یعنی کدام معنا و مفهوم مد نظرم ما میگیم مشارکت سیاسی همه آهاد ملت اما میگیم این اقلیت های دینی رو میذاریم کنار این اقلیت های عقیدتی رو میذاریم کنار این اقلیت های فکری رو میذاریم کنار کسانی که نسبت به ولایت مطلقه فقیه منتقدن رو میذاریم کنار کسانی که ما فکر میکنیم باوری به جمهوری اسلامی ندارن میذاریم کنار همه اینا رو میذاریم کنار فهمت. چون ما برداشتمون از قانون اساسی اینه دیگه این اون قانون اساسی است که ما مد نظرمونه حضرت علی به عنوان یه حقوقدان میگید نه هنجار برتر قانون اساسی حق به مفهوم حق داشتنه یعنی چی؟ یعنی صرف نظر از جنس، نژاد، عقیده، مکتب، مذهب آدمو باید بتونن در ادارات استخدام بشن، بتونن وزیر بشن، معاون وزیر بشن، مدیر کل بشن و امثال اینا. آقایونی که اونور نشستن میگن نه قانون اساسی اینو نمیگه. تا زمانی که بگن نه میشه همین وضعیت همین خواهد شد. خب آقای يعني... دکتر راهش به نظر میرسه او... که بسیاره. انتخابات آزاده دیگه درسته؟ ببینید راهش اینه که ما عرض کردم باید به نوسازی برداشت هامون از قانون اساسی بپردازیم ما اسیر یک سری معرفت های کهنه معرفت های ناکارآمد یعنی میگید ربطی به قانون اساسی نداره معرفت های نامتقارن از قانون اساسی شدیم یعنی خود قانون اساسی مشکلی نداره من نمیگم قانون اساسی بی عیبه عیوب قانون اساسی رو من در کتاب بازنگری برشمردم شما هم که خوندید اما میخوام بگم که در همونجا شما از پارادوکس و تعارض و تناقض در بسیاره. هنجارهای قانون اساسی من, من اون پارادوکس ها رو رد نمی کنم اونا سر جای خودش اما میخوام خدمت شما بگم که با همین قانون اساسی هم میشد خردمندانه عمل کرد خب آقای دکتر خیلی ممنونم از فرمایشات حضرت علی استفاده کردیم امیدوارم که برای بینندگان عزیز هم مورد استفاده قرار گرفته باشه و تأثیر گذار باشه برای کسانی که در هر صورت دست در دستگاه دولت و حاکمیت صاحب رأی و نظر هستند من میخوام برداشتم رو از فرمشات حضرت عالی این گونه مطرح کنم سوال آخرم رو تهر کنم شما فرمودید که یعنی برداشت کلی شما این است که آنچه در مقام عمل رخ داده با ظرفیتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست انتباق نداره <applause> یعنی قانون اساسی زمین ساز مشارکت عمومی مردم در همه ابواب و اجزاء نظام سیاسی هست در اداره کشور علل خصوص و شما اعتقاد دارید که بر اساس قانون اساسی همه آهاد مردم صرف نظر از جنس، نژاد، عقیده، مراب، مسلک، مکتب، مذهب و امثال اینها باید بتوانند هم انتخاب شوند هم انتخاب کنند و در فرایند اداره امور کشور بر اساس تخصص نه لزوما تعهد البته این به معنای عدم تعهد نیست یعنی هلوی. اولویت با تخصص شرکت بکنن من سال آخرم رو اینگونه میخوام مطرح کنم حضرت نظرتون نظرتونو بفرمید من ارزم این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر میرسه از یه پارادوکس جدی رنج میبره و این پارادوکس جدی مانع اساسی مشارکت سیاسی مردم و اداره مطلوب نظام سیاسی بوده من ارزم این است که قانون اساسی از یک سو ملهم است از حقوق مدرن یعنی حق به معنای حق داشتن آنچنان که در دنیای مدرن در نظام های دموکراتیک که دیر مشاهده می کنیم بله. اه همه آهاد مردم حق دارند که در قدرت مشارکت کنند حق حقی که ربطی به اراده حاکمیت نداره یعنی حاکمیت نمیتونه کنترلش کنه محدودش کنه ولی در نظام قانون اساسی ما صرف نظر از این اندیشه یا اندیشه ی قالبی هم هست میگه آقا هر آنچه که به عنوان حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده باید زیل اصل چهار قانون اساسی در واقع چیز بشه شسته بشه، پیراسته بشه، ویراسته بشه، نتیجهش میشه حق <applause> یعنی احکام و موازین اسلام یعنی فهم فقیهانه و ایدئولوژیک از حق ها این تعارض بین فقه تکلیف مدار و حقوق حق مدار مدرن رو در قانون اساسی ما چگونه میشه حل کرد بله. و به عنوان راهکار و نتیجه بحث حضرت علی انایت بسیار عالی. خیلی متشکرم ببینید من انکار نمی کنم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پارادوکس های متعددی وجود داره کمر شکن هست که اوقات این پارادوکس ها و ایده بازنگری قانون اساسی هم قدرت و آزادی که در اون کتاب به مطرح کردن برای خروج از همین پارادوکس های بحرانزا بود که البته توجهی هم نشد و به جای اینکه به اون ایده توجه کنن برای خود ماها درد آفرید اما میخوام بگم در همین قانون اساسی هم ما در کنار اصل چهارم آقا اصل نوزدهم رو هم داریم اگر بناست نظام اداری جمهوری اسلامی ایران اهداف انقلاب اسلامی رو تأمین بکند بسم الله بیاد به این اصل نوزدهم عمل بکنه مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند رنگ و نژاد و زبان و ماننده اینها سبب امتیاز نیست الان آیا این قانون نحوه انتصابی که اشاره کردم قانون گزینش معلمان و نمیدونم کارکنان و آموزش و پرورش قانون استخدام در واقع مدیریت خدمات کشوری آیا این قوانین با این اصل 19 سازگارند؟ من میگم خیر یعنی در حقیقت این قانون اساسی رو ما حتی در نظام اداری خودمون هم محجور و مترود گذاشتیم برای اینکه سخن کوتاه کنم و در حقیقت به نتیجه گیری های خودم بپردازم اشاره می کنم به این که ما در حال حاضر قربانی شکلگرایی و ظاهرگرایی شدیم فرم و ظاهر در جمهوری اسلامی بر محتوا غلبه کرده است اسلامی هم که ما داریم الان ازش دفاع میکنیم اسلام فرم شده یعنی اسلام ظاهر هست نه اسلام دل و اسلام وجدان و وقتی اینجوری بشه آسیب هاش یکی یکی بروز میکنه اگر از من بپرسید که بحران اصلی الان در جمهوری اسلامی چیه من در یک کلمه به شما خواهم گفت حکمرانی استثوابی شما باید حکمرانی استثوابی رو از صف تا صد کنار بگذارید تا بتونید به یک دولت تراز جمهوری اسلامی برسید الان دولت تراز در جمهوری اسلامی به وجود نیومده. اصلا من معتقدم هنوز جمهوری اسلامی اصلا تشکیل نشده با اون آرمانهای انقلاب اسلامی پنجاب و هفت چرا؟ برای اینکه ما الان شاهد روکردها، رفتارها، قوانین، مقررات و رویه های صد درصد استثوابی در همه ارسه ها هستیم حتی در بخش عمومی و خصوصی هم روکردهای استثوابی یعنی روکردهای قیم معابانه حاکمه حالا مثالش من دو تا مثال میزنم خب یک روکرد استثوابی در عرصه انتخابات که دوازده تا فقیه و حقوقدان بزرگوار که من اصلا نمیخوام در حسن نیت اونا هم شک بکنم یه برداشتی دارن و اون برداشتشون رو با ابزار استثواب میان حاکم میکنن ابزار استثواب یعنی چی؟ یعنی هدایت انتخابات با توسل به نیروهای در واقع امنیتی و حفاظتی و در واقع تحقیق و فلان و بهمان خب پس سرنوشت انتخابات و سرنوشت جمهوری اسلامی رو شما تو انتخابات اینجوری در حقیقت تعیین میکنید و بهش آسیب میزنید حالا میریم پسا انتخابات پسا انتخابات هم ما یک نظارت استثوابی داریم حکمرانی پیشا انتخاباتی انتخاباتی که استثوابی است حالا در واقع ما مواجه میشیم با ن... اس... به اصطلاح حکمرانی استثوابی پسا انتخاباتی به دیگر سخن تمام سیستم اداری ما هم شده اداره استسواب گرا یعنی چی؟ یعنی در واقع همین حرفایی که زدم یعنی در حقیقت شما میخوای ورود خدمتت رو تنظیم بکنی میای دوباره از قواعد استسواب استفاده میکنی میای در واقع رئیس جمهوری به رأی و به تأیید ملت رسیده میخواد شعارهای خودش رو بیاد در حوزه اقتصاد، فرهنگ، نمیدونم دانشگاه پیاده بکنه نظام حکمرانی آنقدر استف... استثواب زده شده که عملا دست رئیس جمهور منتخب رو میبنده و رئیس جمهوری که رأی مردم رو آورده خودش محصول نظارت استثوابی است همین رئیس جمهور هم اینقدر بهش اعتماد وجود نداره که بتونه نیروهای خودش رو مدیران خودش رو معاونین خودش رو خودش انتخاب بکنه یعنی بر انتصابهای رئیس جمهور منتخب استصوابی استثواب... هم شما دوباره رویه های استثوابی رو حاکم کردید و اوج این ماجرا همین قانونیه که سال 401 تحت عنوان قانون نحوه در واقع انتصاب اشخاص به مقامات حساس تصویب شد بنابراین چه کار کردید؟ فاجعه کجاست؟ فاجعه اینجاست اون نظارت استصوابی بر انتخابات کافی نبود حالا اومدید نظارت استثوابی مراجع سگانه استعلام بر عمل کرد بر انتصابات رئیس جمهور منتخب رو هم واکم کردید عزیز من شما میخوای در واقع یک نفری که منتخب ملت هست رو به اقیانوس پرتلاطم بحران ها و مشکلات ایران بفرستید و به او بگویید که این بحران های رنگارنگ رو یکی پس از دیگری حل کن اما میای جاهلانه دو تا قل و زنجیر به دستاش میزنی دو تا قل و زنجیر هم به پاهاش میزنی دهنش هم میبندی میندازیش تو این اقیانوسه میگی برو شنا کن اینقدر یعنی شما ساده گرفتید قضیه رو یعنی رئیس جمهوری که نتواند در حقیقت با آزادی عمل معاونین و مدیران خودش رو انتخاب بکند شما ساده لوحانه انتظار داری که این رئیس جمهور بتونه مشکلات مملکت رو حل بکنه آقا نمیتونه سخن من تمام است خیلی متشکرم آقای دکتر خیلی ممنونم بحث پیرامون حکمرانی حکم روایی و نظام حقوقی اداری لازمه تحقق توسعه در ایران بحث متولی است امیدوار هستم که این فرصت فراهم بشود باز در خدمت حضرت عالی باشیم و سایر عزیزان و بزرگوارانی که در این حوزه صاحب نظر هستند از جناب که به اصطلاح خیلی بحث رو عمیق مطرح میکنید تفصیلی مطرح میکنید و موشکافانه سپاسگزارم از همکاران و دوستان دیدار نیوز هم سپاس دارم خب بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه دیگری از میار حقوق اساسی که با موضوع حقوق و توسعه در جریان بوده و بحث‌های مختلفی و جلسات مختلفی داشته و به سمع و نظر شما رسیده امروز به اتمام رسید امیدوار هستم که بتوانیم این برنامه رو با سایر اساتید صاحب نظران ادامه بدهیم و راهگشای بخشی از مشکلات توسعه در ایران باشیم خیلی متشکرم دست حق می‌گذارم